موسیقی خیابانی بیش از 165 سال قدمت دارد، یعنی کسانی که میان در خیابانها میشینند و تکی و یا جمعی میزنند و گاهی هم مردم، زنان و مردان برای جماعت میرقصند. این یعنی با پدیده ای معتبر و خاطره‌انگیز طرف هستیم که 165 سال قدمت دارد. سالیان سالی که در گوشه و کنار شهر عده‌ای به صورت انفرادی و گاهی هم جمعی در کنار خیابان‌ها ایستاده و نوازندگی می‌کنند و این روزها در شهر تهران و شهرستان‌ها این عمل بیشتر از سابق انجام میشه به دلیل شرایط اقتصادی بدی که حاکم هست و جوانان در معابر اصلی شهر و ورودی متروها مشاهده میشن در حال نواختن ساز و رقص زنان و مردان با آنها. مقاومت و پافشاری جوانان برای اجرای خیابانی موسیقی سبب تغییر نگاه جامعه دست کم از سوی موافقان و مخاطبان آنها شده است، به طوری که خیابانی بودن دیگر نه تنها عنوانی قبیح و تحقیرآمیز نیست، بلکه عنوانی برای نسبت دادن صفات پسندیده، ارزشمند و قهرمان پرورانه است. کسانی هم که به تماشای این هنرنمایی مشغولند مبلغی رو با آنها پرداخت می کنند. البته برخی از آنها در کنار نوازندگان اقدام به خوانندگی هم می کنند و این هنرمندان اخلاق و خصوصیات خاص خودشون رو دارند و باید کمی با آنها صحبت کرد تا سر از کارشون در آورد. برای همین به برخی خیابانها اگر نگاه بشه، به خصوصا تهران، میشه با اونها گپ کوتاهی هم زد. حالا به یک موسیقی خیابانی توجه کنید که چند جوان میزنند و زنها هم و بچه ها حتی میآیند و میرقصند در این شرایط بد اقتصادی و روزهایی است که مردم خشمگین به این رژیم یعنی آخوندها نگاه میکنند. توجه کنید.
اینها کسانی هستند که آینده روشنی ندارند، جوان هستند، کار موسیقی می کنند، هنرمند هستند و به قول معروف می خواهند درآمدی هم داشته باشند و خوشبختانه مردم نگاه درستی به اونها می کنند و شما دیدید در این ویدیو دیدید چقدر جمعیت به این زیادی جمع شده بودند و حتی همراهی می کردند، می رقصیدند، شادی می کردند تا اونها هم انرژی بگیرند و کارشون رو ادامه بدند. البته اینها درآمدهایی هم دارند، حالا چقدر درآمد دارند اون بستگی دارد که در روز چقدر کار کنند، چند ساعت کار کنند و اون پولی هم که گرفته میشه بین خودشون تقسیم کنند. امیدوارم از این رقص و موسیقی زیبایی که نواخته شد لذت برده باشید. اگر لطف کنید نظرات خودتون رو هم بنویسید. بدرود.